های خوبی دیگه ساخته نشد. دو سه پیشنهاد بود هست، ترجیح میدم کارگردانی کنم و امیدوارم امسال فیلم اولمو بسازم. سریال ترکیه مورد علاقه خودشون چیه؟ هانگی دیزی çok bakarsın ya da hangi dizi daha çok beğenirsin? Şey vardı Halit Ergen için. Muhteşem Yüzyıl mı? Hayır, yeni olan. میگه بازیگر حالیت ارگنج هر سریالی که بازی کنن خیلی دوست دارم. چرا دیگه با آقای مدیری کار نکردیم؟ آقای مدیری، خب من آقای مدیری اولا چه استاد من هستم، بعدم اگر میخواستم در کنار آقای مدیری بمونم، اگرم الان ازم دعوت کنم با کله میرم. مهران مدیری یه دونه است، مثل پرویز صیاد که یه دونه بود، ولی اگرم من دعوت بکنم قطعا میرم. ولی من باید تجربه های دیگه ایران میکردم توی این کار. من از سال 78 با آقای مدیری کار کردم. من با شبهای براره بود اولیش؟ شبهای براره نه، اولیش ما سینمایی توکیو بدون توقف بود. آها. کار آقای عالمزاده، بعد پاورچین بود، بعد نقطه چین بود، جایزه بزرگ بود، شبهای براره بود و دیگه شبهای براره. من با آقای صحت شروع کردم کار کردن، دو تا کار با ایشون کار کردم و دیگه اومدم جلو. بازیگر ایرانی مورد علاقه‌اش، فیلم سینمایی ایرانی که دیده تو ذهنش مونده یا سریال ایرانی؟ ما شارکیجی داریم. میگه که سریال و فیلم ایرانی خیلی نگاه نکردم، اما خواننده ایرانی رو میدونم که محسن یگانه. توی مدت کرونا خیلی از همکارای شما بیکارن، چه بله. دوستان پشت صحنه، چه دوستانی که جلوی دوربین. شما فکر کنید این کار ما کی رفتیم تو پیش تولید؟ بهمن ماه رفتیم تو پیش تولید، یعنی عملا یک فیلم سینمایی برای ما یه سود 6 ماه تموم شد. دستمزدارو چجوری پرداخت کردیم؟ آتی کنندمون آدم بسیار قویه و خیلی خیلی عالی و خوب دستمزد همه ما رو داده و لحاظ تولید و تهیه ما هیچ مشکلی نداشتیم. چقدر منصف دستاشون خیلی تهیه کننده ما آقای محمد احمدی، سید محمد احمدی، بسیار انسان بسیار شریفی هستن و شما از هر کدوم این بچه ها، حالا حرف من نباشه، هر کدوم این بچه ها بپرسین میتونن اون بالا باستدن. آقای احمدی دارم میپرسم پولا به موقع پرداخت شد؟ گفتم کاملا. یه شات آقای احمدی یکیتون بده. آقای احمدی خیلی هم رعایت کردن، ماسکشون رو زدن از اون بالا نظارت دارن. آقا چی میشه که تهیه کننده اینقدر دل شیر داره، انقدر دلش بزرگه که توی این کرونا، توی این اوضاع اقتصادی کشور میاد تهیه کننده سینما میشه؟ چند ماه هم که کار متوقفه، حقوق همه عواملو میده. ما حقیقتش کارمون رو دی شروع کردیم، کرونا بحثش نبود. بعد قرار بودش که توی بهمن استارت بزنیم، دیگه بابت کرونا یه خود کار متوقف کردیم. نشستیم با یه اچنی هم فکر کردیم، دیدیم که واقعا 50-60 نفر الان با این قراردادی که بستن روش فکر کردن، بخواستیم به اونا لطمه نخوره، برای همین کارو شروع کردیم، به خودمون لطمه زدیم. میشته چطوریه الان سریال نمایشخانگی به نظرتون؟ آیا سینما رو کم رنگ‌تر نکرده؟ الان شما نگران اکران کوسه نیستید؟ شما نمیشه چیز کردش که نمیشه جلوی این گستردگی فضای مجازی رو گرفت. ما باید آپدیت روز جلو بریم، نمیتونیم بگیم فقط سینما یا فقط تلویزیون. همه اینها خوراک‌هایی هستند که شما به مردم بدیم و مردم این خوراک‌ها رو دارن، چه فضای مجازی باشه، چه سینما باشه، چه سریال‌های نمایش خانگی، هیچ فرقی نمی‌کنه، چه تلویزیون حتی باشه. مردم می‌خوان کار خوب ببینن، لذت ببرن، حال کنن، بگن، بخندن یا واقعاً گریه بکنن. واقعاً می‌دونی اینها مهمه. هر چیزی که تو سینما و سریال و تلویزیون وجود داره واقعیش خوبه. ما اگر بیایم یه چیز دروغی رو ببینیم، چرا کارهای آقای مدیری موفق بود؟ به خاطر اینکه قصه اتفاقاتی که در طول روز برای مردم میافتاد، ما شب اونو میبردیم رو آنتن، ولی به صورت طنز و کمدی و مردم باهاش لذت میبردن ازش. الان هم همینه، بخوای بیای رنگ کنی، ماسک بزنی، بخوای یک فیلم بسازی، جواب نمیده. چرا بازیگر ترکیه‌ای تو کارتون آقای؟ بازیگر ترکیه به خاطر اینکه قصه ما احتیاج به بازیگر ترکیه‌ای داشت. ما اصلا بازیگر ترکیه‌ای نیاوردیم که اسمشو ببریم رو پرده بگیم بازیگر ترکیه‌ای داریم، مردم بیاین ببینین. نه،
قصه جوری شرایط ایجاب میکرد که باید یک بازیگر ترکیه‌ای در کار باشه. شما به مشکل نخوردین سر دعوت از بازیگر ترکیه‌ای؟ یه ذره به خاطر شرایط کرونا برای آوردن و اینها، ولی نه خیلی راحت مذاکره کردیم. رابطه ما ترکیه، من یه بازیگر لبنانی هم داشتم. حالا چرا خانم آسیا تاشکین مثلا بازیگرای دیگه که یه ذره تو ایران هم معروف دارن؟ ببینید خب میگم که شما میخواین، این که شما میگی معروف ترن، دوستان میرن برای گیشه میارن، ما برای گیشه این کارو نکردیم. ما وفادار به فیلمنامه ایم. یکی از خصلت‌های آقای عطشانی اینه که وفادار به فیلمنامه است و به خاطر فیلمنامه بود که ما این کارو کردیم. یک احتیاج به یک نقش دختر ترکیه‌ای داشت و ما رفتیم آوردیم. اصلا لزومی نبود خرج زیادی بکنیم. این خانم بازیگر خوبی بود، توی کار ما جواب داد و خیلی باهوش بود و خیلی خوب تونست ایفای نقش بکنه به نظر من. قانون مقررات اینجا رو من تعیین میکنم، تو تعیین میکنی تو. اونجا نه قهوه، تاروت، تک، زخان خواهی از اول بریم هرکت دهنه تو خواهی دهنه خواهی تک سرحال بسته خواهی.